در مورد سفر اهمیت سفرتون و تاثیر زی بر روابط افغانستان و امریکا یکم صحبت کنید تشکر و خوشحال هستم که با شما اولین رسانه ای که در واشنگتن مصاحبه می کنم صدای امریکا است در ارتباط به سفر قسمی که در جیران هستین این اولین سفر است بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی که سران حکومت وحدت ملی میان واشنگتن و هدف یم سفر م مېست کې د تر ټوب yek بار دیګر فرصت یې برای تجدید تحکمی روابط اردو کشور و بخاطر دې کې در بعده تشکیل حکومت و د هې تحاول چې همکو امرې شریک استراتژیک ما ایالات متحده آمریکا در ساحات اقتصادی، امنیتی و سیاسی با ما چی, تو چی همکاری کرده میتونه البته یک سفر بسیار خوب بود گرچه یک دو روز دیگری سفر هم مانده در اخیر سفر نیستیم ولی مطمئن هستم که باقی مانده سفر هم بسیار خوب تیر میشه بسیار خوب در مورد روابط خارجی دولت حکومت وحدت ملی گفتین در آخر جمهور غنی به خاطر بهبودی یا سهولت پروسه مذاکرات صلح با طالبان به خاطر بر نزدیکی با پاکستان بسیار تلاش ورزیده شما فکر میکنید نزدیکی افغانستان و پاکستان در پروسه صلح بخصوص مذاکرات با طالبان میتونه نقش مثبت داشته باشه افغانستان دی شکی نیسته که با, با تمام امسای خود میخواه رابطه دوستانه و نزدیک داشته باشه پاکستان یکی از امسای های مهمی ماست که با, هم با پاکستان هم رابطه خوب و دوستانه و برادرانه داشته باشیم در ارتباط به پروسه صلح و گفتگو و مذاکرات صلح دی شکی نیسته که پاکستان یک نقش کلیدی و مهم داره و در هر گونه هر مذاکراتی که صورت میگیره در ارتباط به صلح نقش پاکستان مهم است و خاص افغانستان مهمی است که امو نفوذی را که پاکستان بالای رهبری طالبا داره با استفاده از او اونها را به میز مذاکره بیاره تا با حکومت وحدت ملی افغانستان وارد مذاکره شوند بله در میان همسایه دیگه نزدیکتر به افغانستان هند بلد. از نزدیکی روابط افغانستان و پاکستان اظهار نگرانی کرده و تا کنون رئیس جمهور غنی هم کدام سفر به هند نداشته در این قسمت حکومت دولت وحدت ملی کدام اقدام یا برنامه در نظر دارند که با هند هم روابط بهتر داشته باشد تا جایی که ما در جیران هستیم هیچ اظهار نظری رسمی از طرف هند در ارتباط برای نزدیکی روابط افغانستان و پاکستان نشده و دیگه شکی نیست که ما با هند هم روابط بسیار نزدیک و دوستانه داریم و نزدیکی افغانستان با یک کشور به هیچ معنا به هیچ وجه به این معنا نیست که دوری از کشور دیگر ما میخواهیم که هم با هند و هم با پاکستان رابطه نزدیک خوب برادرانه و دوستانه داشته باشیم سفری که شما سوال کردین بله سفر میشه در آینده نزدیک تاریخ دقیق سفر ان تا یک چند روز آینده شما در خبر میشوین ولی سفر یقینا سفر صورت میگیره خب بسیار خوب اخیرا روابط کشور عربستان سعودی و چین هم با افغانستان بسیار بهبودی یافته و فکر میکنین که این بهبودی روابط با عربستان و چین در دراز مدت بر افغانستان چی اهمیت داره اه عربستان سعودی و چین رابطه همیشه رابطه خوب و دوستانه داشته البته چین در ارتباط با پروسه صلح آماده شده که میتونه به یک کشوری که میزبان باشه در گفتگو مذاکرات صلح آمادگی خود نشان داده بسیار خوب پروسی سال گفتین شما باعث رئیس قبلی شورای عالی صلح کار کردین شما داری در این پروسی صلح که فعلا در جریان است گفته میشه که با مذاکرات با صلح تا حد ماده شده یا مدگی ها صورت گرفته چقدر دخیل هستین؟ بله یقینا یگانه نهاده که مسئولیت گفتگو و مذاکره با مخالفین مسلح داره شورای عالی صلح هست که فعلا ما مسئولیت اون نهاده ندارم مسئولیت وزارت خارجه را دارم اما تا جایی که آمادگی ها و گفتگو و مذاکرات ارتباط میگیره زمینه گفتگو و مذاکره فراهم شده اما تا حال مذاکرات شروع نشده امیدوار هستیم که در آینده این نزدیک مذاکرات شروع شود بله شما یاد کردین اما در زمانی که شما رئیس شورای اسلامی بودین مذاکرات با طالبان ناکام شد اما حالا چی فکر میکنین که آقای رئیس جمهور غنی کار متفاوت را انجام داده و صحبت ها میشه که این مذاکرات انجام میشه بله نمیتونیم بگیم که مذاکرات ناکام شد به خاطری که مذاکرات آغاز نشده بود مشکلاتی وجود داشته در اون وقت اما فعلا تا حد زیاده رو مشکلات رفع شده و قبلا عرض کردم که زمینه گفتگو و مذاکرات فراهم شده و امیدوار هستیم که گفتگو و مذاکرات هم در آینده نزدیک شروع شده و چون حالا در امریکا هستیم نقش امریکا در این مذاکرات سرخ چی است؟ آیا کدام کرسی در میز مذاکره بر امریکا است؟ البته امریکا به یک همکار و یک شریک مهم افغانستان میتونه به یک تحصیل کننده یا فسیلیتیتور <متصفح> چی باشه ولی گفتگو و مذاکرات چون پروسه سال های باید رهبری و مالکیت افغان ها باشه یگانه کسی که در سر میزی مذاکره میشنه با مخالفین مسئله دولت افغانستان است یک سوال دیگر میگن منتقدین به این نظر هستند که در قسمت جزیات مذاکرات صلح میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور تا حد اختلاف نظر یا با توافق نظر نرسیدن فکر میکردن روی کدام موضوعات است که اینا موافقه نمیکنن تا جایی که من در جریان هستم در ارتباط به صلح هر دو بزرگای وحدت ملی هم رئیس بی جمهور و هم رئیس بی جایه مخالفتی ندارن و هر دویشان طرفدار آغاز گفتگو مذاکرات صلح هستند